از چی افسوس میخورید و از چی خوشنود هستید؟ من از اون افسوس میخورم که فکری من شخصی من این است که من خیلی جوان از والدین موندم. خیلی بر وقت. خیلی بر وقت. اگر چند همگی 30 ساله بودم قریب فکر میکنم خیلی بر وقت بودم. یک مورد پشیمونی من همین است. دیگر چیزایی که هست خیلی این چیزا بود هست میموند و چیز قابلی حتی شایمانی خورده افسوس خوردن هم نیست و یک چیزی هست که فکر میکنم هم وقت برای مثلا به کارها و به عملهای دیگری تلخیم میدید این همین پشایمان نشدن است. محمود جان دادوبویف در تلویزیون سیموی مستقل یکم سالهای 1998-2003 در وظیفه دیرکتری گینرالی فعالیت برده است. این فرصتی پایه گذاری، برنامه ریزی و بپا راست شدن تلویزیون مذکور بود. تا فرصتی فعالیت در سیموی مستقل یکم، محمود جان دادوبویف در تلویزیون های جهان نورا، تیمور ملیک، تیو هفت، کار کرده است. وقتی به تلویزیون سیموی مستقل یکم اومد، نظام کاربری و تشکیل کاری ایجادی دیگر بود. گروه ایجادی وابسته به ذوق تماشابین برنامه های را تهیه می کرد که در فرصتی کوتاه‌ترین چهره تلویزیون نو تأسیس را روشن معرفی نمود. خوشبختانه ما امکان داشتیم که یک گروه ژورنالیستان از تاجیکستان 7 نفر شهر افغانستان با کمک اینترنت سفر کنیم و کراسنیارک برای ما شخصا گریم یک تکون جدی شد که زمینه یا خود انگیزه پیدایش اسمک از همجا پیدا شد. کرو پایکوری محمود جان دادوبویف در دل و دیده همه ما باقی است و فراموش نمی شود. هر جایی که رفت آباد کرد، ساخت، تربیه نمود. این نقش دست و ذهن بلند آن کس بود که زمینه های اولین رشد تلویزیون و مرحله های دشواری به پاراست شدن این واسطه اخباری عامه الکترونی به خدمت شایسته محمود جان دادوبویف سخت ارتباط دارد. من نمیدونم همین چیز از چی بود؟ از شوق و هوس به کسب بود یا مهر و محبت به تلویزیون اسمیک بود یا کاری من تو حاضر مثلا نمیدونم مثلا بعد از همون من همون حسیات و همون احساسات حالی هم ندیدم. من چندین بچه دیدم، چندین تلویزیون دیگر کشاده شد، چندین خورسندی دیگر رو شاهد شدم، چندین گروه ایجادی بودن که به دستاوردشان بسیار فخر میکردن لیکن باور میکنید من همون چهره همون هانه حسیات همون های تمام اون شادی که همون لحظه آنها احساس کردم بعد اومده من دیدم من تا هنوز باور کنید به محبوب میگم که تا هنوز یکون تلویزیون مشاهده نکردم یکون گروه ایجاد مشاهده نکردم. محمود جان دادوبویف رهبری چشمی کاردان، خیرتمند و ژورنالیستی صاحب مکتب بود. این مکتبی بنیاد نمودش را صدها شاگردانش سربلندانه گذاشتند. دومی فعالیت ژورنالیستی و آموزگاریش به حیث ترینری برنامه های آموزشی در تربیه صدها نفر جوانان فعال جامعه خدمت گذار شد. واقعا همین مهر و محبتی که شاید من راستی نمیدونم الهام جان که چگونه امکان بود که برای نو فرزند مهر و محبت یگانه داده باشند. ولی این چیز خیلی از نظر اول دشوار می نمید لیکن همین چیز والدین ما رو امکان بود که همین مهر و محبت یکسان و یگانه بین همدیگری خیلی خیلی با ما جا کرده بودن و امروز خوشبختانه هم مهر و محبت و احترام و اخلاص با برجا است. سال 2018 زمان تجلیل 20 سالگی تاسیسیابی سیموی مستقل یکم در یک مصاحبه خود از آن روزها و روند تشکیل آن با صمیمیت یاد کرده بود. اگر عمر وفا میکرد سنه 27 نویبر 51 ساله میشد. به اهل اویله محمود جان دادوبویف، همسر و فرزندان و پیوندان از نام رهبریت و اهل ایجادی تکنیکی تلویزیون سیموی مستقل یکم عرض تسلیت و همدردی خود را بیان می داریم. خدمت های نیک محمود جان دادوبویف در دل دوستان و پیوندان تا ابد باقی خواهد ماند.